که اولا ایمیل از مشهد بود و ایمیل به دختر خانومی تعلق داشت که حدود 22 سال از سنش میگذره. در ایمیل نوشته بود که من توسط یک شخصی در به اصطلاح نوجوانی خود با من به زور رابطه برقرار کرد که هیچ کس از اون خبردار نیست و من هم در نتیجه اون بکارت خودم رو از دست دادم. بعد از این یه نفر دیگه پیدا شد که من به اون اعتماد کردم برای اینکه برای مسئله‌ام راه حلی پیدا بکنم، شاید با استفاده از شیوه‌های موجود مثل جراحی پلاستیک و این حرفا بتوانم این نقیصه‌ای رو که برام به وجود اومده رفع بکنم. اما همین فرد من رو مورد تجاوز قرار داد به عنوانی که عاشق من این حرفا و ازم سوء استفاده کرد و حالا من موندم و چاره‌ای جز خودکشی نمی‌بینم برای خودم. من نمی‌دونم با این ننگ چجوری باید زندگی کنم. عاشق یک جوانی هستم و این جوان فکر میکنه من زن معصومیم، در حالی که من زن آلوده و گناهکاریم. خب من پاسخم به این دوست این است که ایشون نه آلودن و نه گناهکار، یعنی اشکال کار در این قضاوت و برداشتی است که در این زمینه وجود داره. مورد اولی که شما اشاره فرمودید در سنین نوجوانی یا جوانی فرقی نمیکنه، الان 22 سالشونه، یک کسی بهشون تجاوز کرده. از کی تا حالا ما قراره وقتی که قربانی هستیم گناهکار باشیم؟ از کی تا حالا وقتی که مورد تجاوز قرار میگیریم، وقتی که ما رو درونمون یه بمب میذارن و منفجر میکنن مسئول ماییم؟ حتی اگر برخی از اوقات اشتباهی در قضاوتمون کردیم، به جایی رفتیم که نباید میرفتیم، کاری کردیم که نباید میکردیم، آیا با اون نیت بوده که من برم با کسی همخوابه بشم؟ در اون صورت مسئولیت با ایشون. ولی اگر شما به کسی اعتماد کردید، اطمینان کردید به دلایلی و به دلیل خوبیتون، به دلیل پاکیتون فکر نمی کردید که اتفاق بیفته، این کجاست؟ دوم، وقتی رفتید از یک کسی کمک بگیرید که شاید بتونید این باوری رو که دارید که من باش مسئله دارم ولی دارید، به گونه ای درست کنید که حداقل روی زندگی شما و یا کسی که در ارتباط با شما قرار میگیره اثر بد و منفی نداشته باشه و باز دوباره مورد سوء استفاده قرار گرفتید، من ببینید اشکال کار جناب فروزنده دقیقا در تمام مطالعات علمی اینه که ما در محیط های این چنین با این افکار، اولین حرف اون است که اگر من بد نبودم به من بد نمی کردند، اگر من بد نبودم برای من بد نمی شد، اگر من مثلا آنجا نمی رفتم اون اتفاق نمی افتاد. اینا هیچ پایه علمی، واقعی، اخلاقی و انسانی نداره. یعنی این دختر خانم با این حرفی که می زنه به من داره میگه من روی واقعیت و روی حقیقت و روی عدالت و روی محبت همه پا گذاشته، من از این بابت محکوم میدونمش. ولی نه، اگر ماجرا به گونه ایست که شما اشاره فرمودید، او هیچ کدوم از اون برچسب ها بهش بخوره. او اتفاقا کسیست که قراره مورد محبت و توجه کسی قرار بگیره که این همه پاکی رو در اون میبینه. ماجرای من و شما در این نیست که کسی به ما چاقو زده و خون زده بیرون لباسمون رو آلوده کرده، ماجرا در اون آدمی است که چاقو رو زده. مسئولیت با من این نیست که منم به شما نزدیک شدم، به شما اطمینان کردم و شما چاقو به من زدید. ببینید اینا نگاه های ویرانگری است که از یک احساس گناه و تقصیر به دلیل آسیب ها که ما حتی دوره هاشو میشناسیم که در این مورد بین 3 تا 6 سالگی است، اونم در یه جامعه ای که به یک باره ماجرای انسان رو به صورت نر و ماده در میاره و بعدن این رو تبدیل میکنه به نه تنها جنسیت، تبدیل میکنه به آلت تناسلی، یعنی انسان رو انقدر تنزل میده که گیاه نیست، حیوان نیست، آلت تناسلی است. اون نظام ذهنی و فکریه که به دنبال خودش یه چنین موضوعهایی رو داره. و بعدم تازه اگر ایشون این کار رو با
انتخاب خودش کرده بود، حتی بدون عشق، همچنان به عنوان یه انسان با این نیازها به صورت عادی و طبیعی تازه حرف بود که اصلا چه کرده. همونطور که شما میدونید تو این کشور و یا تو اروپا یا خیلی جای دیگه دنیا یه چنین روابطی درست مثل دیدن آدم هاست، مثل دست دادن آدم ها با همه. ما اومدیم انسان رو تبدیل کردیم به آلت تناسلی، بعدن دیدنش رو، بعدن حرف زدن باهاش رو، بعدن خبر ازش داشتن رو، حتی اسمش رو دونستن رو بد دونستیم یا گناه دونستیم. اینا گرفتاری ها از اونجاست. بنابراین این همچی دختر خانومی قراره یه نظام باورها و عقایدش رو که به نظر من ضد اخلاقه، ضد انسانیت، ضد واقعیت، ضد حقیقت، ضد عدالت، ضد محبت رو اون دور بریزه. اتفاق بدی براش افتاده، مثل من شما سر یه چهار رو تصادف کردیم، ولی اینکه اینا رو تبدیلش بکنیم به مسئولیت و گناه و تقصیر و بعدن ازش اون واژه ها رو در بیاریم، برای من فرقی نمی کنی. یعنی اگر این دختر خانم می آمد تو دفتر من و باورم کنی و درست در مقابل یه دختر خانم دیگه ای که هیچ وقت هیچ رابطه شده، هیچ تفاوتی برای من نمی داشت. تنها تفاوتی که می داشت این بود که یک کسی بهش ظلمی رفته و آسیبی دیده و دیگری به نادانی و بیماری به او ضربه ای زده، ولی اینکه خودش رو این چنین ببینه موضوع من و شما نیست. باز خاطر عزیزتون باشه، تمام زندگی اون تفسیر و تعبیر است که ما به روی هر موضوعی میگذاریم و الا هیچ چیزی معنا نداره. حتی شما یک کتاب آسمانی که میخونید، شما که نمیدونید خدا اینو گفته، ولی برداشت و دریافت شما چی؟ برداشت و دریافت شماست که تفاوت ها رو به وجود آورده. یعنی شما میخواد بفرمایید که سقوط این دختر خانم از زمانی آغاز میشه که بخواد برای جبران این ظلمی که بهش شده به اصطلاح به ترمیمی مصنوعی اقدام بزنه و در رابطه با کسی که عاشق هست از همون آغاز مرتکب به دروغگویی اقدام کنه؟ من ببینید، شاید در این زمینه این مقدار واقعی بینانه ما نگاه کرد، شاید عقیده من برای یه دهی بسیار بی‌معنیست، میفهممش. فرض کنید یه دختر خانمی مورد یه همچین تجاوزی قرار گرفته. من حتی اشکالی در جهت ترمیمش نمیبینم، نه به خاطر فریب، به خاطر اینکه خودش و دیگری رو آزار نده و آسیب نزنه. اگر بگه این کارو میکنم برای که کسی رو گول بزنم، اونجا من جای گفتگو دارم. ولی اگر اون آدم فکر کنه این سبب آرامش من و دیگری میشه، یه عمل جراحی است. یعنی میخوام ببینید تفاوت ذهنیت من کجاست. گفتم خیلی ها میتونن باش مخالف باشن، چون من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، جهان رو اصلا سیاه و سفید نمیبینم. من جهان رو خاکستری یا خاکستری میبینم، تای تایش ذره سیاه، تای تایش ذره سفیده. و به این خاطره عرض من یه چیز دیگه است. عرض من این است که اون باورها و اعتقادات خطرناکتر از اون حوادث و اتفاقات هم. اصلا اون حوادث و اتفاقات به این دلیل این گونه معنا پیدا کردن که چنینه، یعنی اون باورها وجود داره و گرفتاری ما با اون باورها و اعتقاداته. اینی که اگر خاطر عزیزتون باشه عرض کردم، گرچه مرتبط به این موضوع نبود، من با آدم کاری ندارم، من با عقاید و افکار کار دارم، من با درست و غلط باورها کار دارم. دنیای علم که تکلیفش روشنه، درست و غلطش هست، اون باورهاست، اونجا مسئله ماست. یعنی گرفتاری این دختر خانم همونطور که عرض کردم اونجاست. اینکه حالا باید چه کارش بکنه که خودش آروم بگیره و دیگران رو اذیت نکنه. فرض کنید این حادثه رو پدر و مادرش میدانستن یا عزیزانش، برای کی شادی می آورد؟ برای کی امنیت و آرامش می آورد؟ برای کی راحتی می آورد؟ هیچ کس. این که حالا میخواد با این مشکل و مسئله چه کنه، اولا جای گفتگوهای بسیار هست که در مقابل کی قرار میگیره. اگر یک کسی است که ایشون رو مانند خودش مسئول و مقصر و گناهکار میدونه، معلومه ایشون قرار نیست به اون آدم نزدیک بشه، برای که اصلا فرقی نمیکنه که چه کنه، برای که این بار رو هیچ کس از رو دوشش بر نداشته. این اینجا موضوع هست. به همین جهت است که او باید با کسی احتمالا در ارتباط قرار بگیره، اولا خودشو درست کنه، اولا خودشو درست کنه. این افکار عقاید، من دیگه چقدر تندتر از این برم جناب فروزنده، که ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد عدالت، ضد محبت، ضد واقعیت، ضد حقیقت. پس ایشون باید افکار رو دور بریزه و باید سراغ یک کسی بره
که این موضوع رو در جهت اینکه ایشون چه هست همکنون چگونه میبینه و الهی قرار بشه او هم با همون افکار عقاید باشه، برای هر دو دردآور و آزاردهنده است. این درست مثل دو تا چاقو میمونه که از طریق تو منظرتون چاقوهاتون توی آشپزخونه هست، ولی مهم این است که بعداً باش چه میکنی، اون اینکه چه استفاده میکنین موضوع و مسئله منه. مثلا به اینکه چاقو تو آشپزخونه من و شما هست که اهمیتی نمیده. سپاسگزارم از توضیحی که فرمودید. میخوام سوال بعدی رو مطرح کنم. اتاق فرمان به من ممکنه بفرمایید من چند دقیقه وقت در اختیارم هست؟ 4 دقیقه ای هست. دکتر، یک پدیده‌ای که در ایران امروز مطرحه، شاید بقیه این سوال رو باید در جلسه بعد بکنم ولی سوال طرح می‌کنم. میدونید که جمهوری اسلامی یک نظام بسیار مقید نسبت به این مسائل و روابط و ظاهراً نوعی ازدواج در ایران رایج شده که بسیار روز به روزم در حال تزایده، به نام ازدواج سفید. در این ازدواج سفید هیچ عقد و هیچی نیست، در واقع دو نفر با هم دیگه زندگی میکنند و حکومت هم این رو داره تحمل میکنه. و میخوام این رو بدونم، چجوری در یک حکومت مذهبی ما به نوعی از رابطه میرسیم که در پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا میبینیم، یعنی با هم زندگی میکنن بدون اینکه عقد ازدواجی در کار باشه؟ چه چیز مشترکی در این دو تا جامعه وجود داره که میتونه این اثر رو بگذاره و یه جامعه فناتیک مذهبی رو همون پدیده شما توش میبینید که در یک کشور پیشرفته میبینید؟ جان فرزنده، بذارید مطلب از نظر جامعه شناسی میرم، وقت کمی داریم. این گونه عرض کنم، شما تو فریوی های امریکا رفتید، 4 تا خط از این ور داره میره و 4 تا خط از اون ور داره میره. حاصل اگر تو این 4 تا خط برید هیچ اشکالی نداره، شما اگر از اون خط برید احتمالاً هم کشته میشید هم بدترین کار غیر قانونی رو کردید، درسته؟ روزی که شما با حوادث و پدیده های طبیعی و انسانی مانند رابطه جنسی، تولید مثل و چیزهایی از این قبیل، حتی عشق، به گونه غیر طبیعی برخورد میکنید، اصلا در مجموع فرقی نمیکنه. یعنی باز آخر کار ای بسا اگر از مسیرش منحرف بشید اشکالات بیشتری پیدا میکنید تا کمتر. بذار راحتون کنم، من فکر میکنم میزان جرم و جنایت و فکر و احساس گناه و خشم و قهر و رنج و درد و رابطه جنسی نامشروع و رابطه جنسی مخالف همه اصول و برخوردهای غیر اخلاقی و انسانی تو جوامعی که این قواعد رو وضع میکنن بیشتره. اشکال کار اینجاست، اشکال کار در این است که شما ممکنه در یه جامعه ای، این نکته کوچک عرض کنم چون میدونم وقت کمه، توی امریکا شما بسیاری از پسر و دخترها، یه درصد بالای 70-80% ممکنه در هفته 168 ساعت یه ساعت دو ساعت رابطه جنسی داشته باشن، 166 ساعت اینا زندگی میکنن. توی کشوری مثل ما برخی از ما تمام مدت خواب و بیداریمون در این مسائل جنسی فکر بود، اونم به بدترین صورتش، تو ذهنمون با این با اون، چنین با این چنان با اون. شما از نظر علمی به من بگید کدام گناهکارترن و کدام بدتره؟ بینندگان عزیز، این سوال پاسخ دکتر هلاکویی پاسخ معقولی است مثل همیشه، ولی هنوز بحث تمام نشده. هفته آینده که آقای دکتر هلاکویی از ونکوور برمیگردن گفتند که میتونن به برنامه ما برسن، تا اونجایی که به من گفتند، و بنابراین هم بحث جلسه آینده رو در مورد خسارت‌های قطع رابطه، یعنی پایان عشق چگونه باید باهاش مواجه شد، و همین مسئله ازدواج با نکته‌ای که دکتر هلاکویی گفتن در مورد ازدواج سفید رو در خدمت ایشون پی می‌گیریم. سپاسگزارم دکتر. خواهش به لطف. امیدوارم در 70 سال بعدی موفق‌تر از 70 سال اول باشید. شما باشید، من مشکلی باهاش ندارم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام.